ایران در دستان شماست. انگیزه شکلگیری نهاد مردمی از سوی بخشی از کنشگران سیاسی در درون و برون از ایران فرایندی است برخاست از خروش ملی و جنبش سبز آزادی خواهی مردم میهنمان بر ضد حکومتگران و نظام بیدادگری که در 31 سال گذشته با سرکوب و زیر پاگذاری حقوق مدنی و ملی ایرانیان موجودیت اشغالگر، ویرانگر و بیگانه خود را بر ملت ایران تحمیل کرده است. این نهاد با بررسی علل شکست‌ها و ناکامی‌های مبارزاتی مخالفین جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته با بهره‌گیری از سیستم‌های تکنولوژی نوین رسانه‌ای، کامپیوتری و اینترنت به دور از هر گونه پیش‌داوری‌های فرقه‌ای ایدئولوژیک و نفاق آفرین، شخصیت‌ها، احزاب، گروه‌ها و کنشگران سیاسی آزادی‌خواه و ضد رژیم را برای پشتیبانی از جنبش گسترده مردم ایران به گرد هم فرا می‌خواند تا به کمک یکدیگر این حلقه‌های از هم گسیخته را به هم پیوند داده تا بتوانیم با سازماندهی تشکل‌ها و نیروهای سیاسی همپا و پیوسته به این دوران سیاه تاریخ میهنمان پایان دهیم. با درود خدمت همه هموطنان عزیزم در سراسر جهان، ایمان فروتن هستم. یکی از 1409 هموطنان عزیز، یکی از 1409 پیشگام نهاد مردمی. دیروز 1389 تو بودیم. ببینید هموطنان عزیز، روزی نیست. ببینم توی پلتاکس صدا هست یا نه. روزی نیست که حداقل یک نفر، معمولا بیشتر حدود 4-5، دیروز میشین که حداقل 10-15 نفر، کی شمارشش داره دیروز از دیروز تا چند نفر اومدن. هموطنان ما از سراسر جهان میپیوندند به نهاد خودشون، به نهاد مردمی، جایگاهی که همه عزیزان از هر طیف و از هر قوم و از هر دین و مذهب و نقطه کشور و داخل کشور و خارج از کشور و با تحصیلات بالا، بدون تحصیلات بالا، از پناهنده تا دکتر و مهندس اومدن دور هم جمع شدن برای اولین بار در این 32 سال از طریق استفاده از جدیدترین تکنولوژی هایی که در اختیار ما میتونه باشه، تازه بدون بودجه. بدون بودجه، یعنی این یک نرم افزاری است، هدیه هست از یک کمپانی ورچوال NGO که بنده مدیرش هستم، اختیار در به طور رایگان در اختیار مردم ایران، و بعد نرم افزار کاف خالی هم که کار نمیتونه بکنه، این همه نرم افزار دنیا هست. با حضور عزیزانی مانند شما 1409 نفر. آیا شما فکر میکردید؟ من دیروز پیروز داشتم فکر میکردم منصور جان در جنبش ایران فردا ما چند تا هسته مقاومت داشتیم؟ در من فکر کنم تا یعنی 6 ماه اول شاید رسیده بودیم به 1500-2000 تا. بعد دارم نگاه بکنم، یعنی ما ماه جون 2004 بود، مثل اینکه
نهاد مردمی رسما شروع شد. اولین برنامهش جنبش ایران فردا 5 جون اولین برنامه تلویزیونی بود. فکر کنم تا دسامبرش بعد از 9 ماه ما 1500 2000 تا هسته مقاومت داشتیم و فکر نمی کنم 119 نفر شخصیت حقیقی هم داوطلب داشتیم. بعد برم نگاه بکنم الان در کمتر حدود 100 روز 1409 نفر دور هم جمع شدن با 1409 عقیده مختلف، با 1409 نوع مختلفی که در خانوادهشون بار اومدن، کجا تحصیل کردن یا نکردن، 40% در داخل کشور، بقیه خارج از کشور. نشون داریم میدیم که چگونه ما میتونیم دور یک هدف و 5 از دور هم جمع بشیم و این همبستگی رو ایجاد بکنیم. ولیکن یادمون باشه که این همبستگی دور هم جمع شدن به دلیلش برای نیست که با سر همه چی با هم موافق هستیم، خیر، بلکه بنده با کمال افتخار و خوشحالی به خدمت شما عزیزان و جهانیان بگویم که ما داریم نتیجه این کار دموکراتیک رو هر روز در نهاد مردمی مشاهده میکنیم و این نتایجی که داریم مشاهده میکنیم همیشه هم نتایجی نیست که با گل و شیرینی و محبت و بفرمایید و به به، نه، اومدیم اینجا برای آزادی کشورمون میخواییم زحمت بکشیم، هر کدوم با دیدگاه خودمون. یکی میگه برای آزادی کشور، چرا این ویدیو کلیپ رو میذاری توش اسم یزیدی اومده، نمیدونم اسم علی اومده، این حرفا که حتی میشود اون دیدگاه نگاه کرد. برای اینکه نمیگن که آی فروتن ما کاری نداریم، شما دوست دارین ویدیو رو نگاه کنی خودت خونت بشین تا صبح نگاه بکن، آقای خانم در داخل کشور از این ویدیو دوست دارین تا صبح بشین همش اینا رو پخش کنی. منظور این دوستان این هستش که وقتی یک سازمانی داره عمل میکنه و یک تلویزیونی داره که سازمانی داره برنامه پخش میکنه، باید خیلی مواظب باشه که چه چیزایی پخش بکنه. من مثال دیگه براتون بزنم، تا امروز نگفته بودم خدمتتون، ولی خدمتتون بگم، این 2-3 هفته پیش که شادوان شاپور علیرضا پهلوی فوت شدن، در همون اوائل ما در 2-3 روز اول بعضی از پیشگامان نهاد مردمی مستعار و غیر مستعار صحبتی میکردن، شعری میگفتن، ویدیوی پخش میکردن. شاید در عرض 2 روز ما 2-3-4 اونا رو پخش کردیم در تلویزیون. بعضی از اعضای دیگر اومدن و حتی یک نفرشون میگه آقا اینجوری باشه من اصلا میرم بیرون، شخصیت حقیقی، و ایمیلشون این بود که آقای فروتن ما بسیار احترام میذاریم، بسیار تسلیت میگیم به خانواده پهلوی، بسیار متاسفیم این اتفاق افتاده، واقعا دلمون میسوزه برای شهبانو پهلوی، ولی شما نباید در تلویزیون نهاد مردمی بیایید مثلا 5 روز 6 روز اینجوری اینا رو پخش بکنیم، برای اینکه یه جوری مثلا ممکنه که بوی اینو بگیره که نهاد مردمی فقط طرفدار پادشاهیه. حالا من نمیگم که دقیقاً درست میگفتن یا غلط، منظورم اینه که وظیفه و حساسیت کار نهاد مردمی و یک سازمانی که اینجوری میخواهد یک گروه هماهنگ کننده باشه با 1409 فکر مختلف، باید بسیار حساس باشه به اینها. برای همین هم هستش که ما سیستم دیکتاتوری نداریم، برای همین هم هست که هیئت امنا میخوایم، برای اینکه خود بنده، خب اگر اشتباهی بود یا کوتاهی بوده بنده کردم دیگه، به خاطر اینکه 2-3 نفر هستیم و داریم کارو انجام میدیم، منم سرم شلوغه. برای همین است که سیستم چک اند بالانس بعد همیشه باشه، آیین‌نامه نوشته میشه 10 نفر نگاه بکنن، 4 نفر 20 نفر تصویب بکنن، چند نفر نگاه بکنن و بهتر و بهتر باشه. خبر خوب دیگر اینه که ما الان با داریم سعی میکنیم که همون جوری که تقریبا یک الگویی درست کردیم از نحوه کارهای آیین‌نامه نوشتن و دموکراتیک نظر دادن و تصویب کردن و رأی گیری در گروه موقت آیین‌نامه، دیدید که با چه شفافیتی 12 جلسه پخش مستقیم شد، صداهاش ضبط شد، تمام پیشنهاداتی که عزیزان داخل نهاد فرستاده بودن چه از طریق صدا و تلفن و ایمیل خونده شد، بررسی شد، رأی‌گیری شد، تازه اون خدمت پیشگامان بنیانگذار نهاد مردمی گذاشته شد، رأی‌گیری شد و به تصویب رسید. اینو بهش میگن یک پروسه دقیق که هی میشه این رو بهتر کرد. الان داریم سعی میکنیم که اولین الگو رو درست بکنیم برای تشکیل گروه‌های کاری و داریم استفاده میکنیم از تجربیات و زحمات گروه موقت مدیریت‌های تالار اینترنتی که الان در حال حاضر می‌دونیم ما گروه پلتاک داریم، گروه بیلوکس داریم و به زودی در داخل سایت گروه‌های ای وی چت که تمام گروه‌های کاری خودشون اونجا یک چیزی شبیه بیلوکس و پلتاک خواهند داشت که به احتمال زیاد اکثر جلسات از چند روز یا هفته دیگه، اکثر این جلسات اینترنتی و حتی در زمان
این برنامه پخش ها به احتمال زیاد ممکنه در داخل سایت باشه که دیگه مردم گیج نشن، کسی که عضو شده بدونه بره تو گروه خودش یا یک تالاری که اسمش میذاریم تالار مردمی، بره اونجا صندلی بگیره بشینه، از هر جای دنیا هست و برنامه رو ببینه، تکست ها رو بخونه در داخل سایت. خیلی هم عالی خواهد شد، برای اینکه چون همه اعضای سایت هستن مسلما کسی حرف بد نمیزنه، کسی رو قرمز لازم نیست بکنیم، کسی میکروفون نمیاد دست دیگه بگیره، اگه بگیرن اختیار میگیرن، ضوابط آیین‌نامه هست. و توی همین گروه هم الان میبینیم که دقیقاً چقدر پیشنهادهای خوبی داریم، یا داریم با دقت اینو انجام میدیم. اینجا من بسیار می‌خواستم تشکر بکنم از هماهنگ کننده این گروه موقت که همونجوری خدمتتون عرضم، یه شخصی هست به نام آقای ریپابلیکن، یک جوانی از داخل کشور که بنده هم هنوز افتخار آشنایی از نزدیک با ایشون نداشتم و ندارم، قیافه‌شون هم نمی‌دونم چه ریختی هست و چند سالشون هست، ولی با این همه زحمت خلاصه 100 روزه با کمک ادمین‌های دیگر که بدون اونها نمی‌شد، پوراندخت عزیز که ادمین اتاق یکی از ادمین‌ها هست، 6 7 8 سال است که با گروه جنبش آرام فردا ادمینی می‌کردن، اینجا هم داوطلب شدن، یه ستاره از اروپا، نمی‌دونم آرش مهدوی از اروپا، آیدی سیخونک یار دبستانی از ایران، سامر عزیز، مهناز حائری از اروپا، این گروه که تشکیل شده از اعضای حقیقی و مصدار دارن با هم کار میکنن، از تجربیاتشون دارن استفاده میکنن. همین الان ما قبل از برنامه این تلویزیون یک جلسه یک ساعته داشتیم، بعد از این هم یک جلسه 20 دقیقه آیین‌نامه انجام بشه، رأی گیری بشه، تصویب بشه، روی سایت گذاشته بشه و امیدواریم از اون الگو بتونیم استفاده کنیم که فوری پشت سر هم گروه‌های دیگری رو که لازم هست هر چه زودتر ما شروع بکنیم. ولی خبر خوب بعدی این که خبر خوب بعدی داریم، درسته، بریم رو سایت منصور جان و همینجوری که میدیم، ما الان یک انتخاباتی داریم انجام میدیم، باز هم برای اولین بار انتخاباتی به این شفافیت در قسمت انتخابات آینده. دیروز بنده خدمتتون عرض کردم که این انتخابات گروه موقت بازرسی و نظارت بر انتخابات قرار بود که ساعت 4 دیروز شروع بشه و شروع شد و توجه بفرمایید که دیروز که هیچ کس در کاندیدا نشده بود، در حال حاضر من نگاه میکردم اینا 4 هموطن عزیز، آقای رامین حقجو، آقای محسن عبداللهی، جناب عباس زالزاده و جناب توسل رفیعی، یعنی ما این داوطلبانی که ما یک گروهی باید انتخاب بکنیم، تشکیل بدیم به طور موقت که اینا نظارت بکنن بر انتخابات هیئت امنا دوره اول، که شاید مهمترین انتخاباتی است که ما در نهاد مردمی فعلا خواهیم داشت، چون پایه نهاد مردمی رو گروه هیئت امنا دوره اول خواهند گذاشت. و این 4 نفر، این 4 عزیز داوطلب شدن که بیایند و این گروه موقت نظارت بر انتخابات رو تشکیل بدن و این گروه مسئول خواهند بود که از طریق بررسی نتایج انتخابات، بررسی فرم‌های پرسشنامه‌های داوطلبان هیئت امنا بتونن که این انتخابات رو به خوبی پیش برن و نتایجش رو تایید بکنن. تنها نکته‌ای که من اینجا دو تا می‌خواستم اشاره بکنم، یکی این که من یه ایمیلی از طرف گروه موقت آیین‌نامه با آقای محسن عبداللهی فرستادم که از ایشون خواهش کردم بنا به آیین‌نامه ایشون باید عکسشون در سایت باشه، یعنی کاندیدایی که و نامزدی که عکس نداشته باشه، عکس جدید که به تازگی گرفته باشه، کاندیداتوریشون قبول نیست، قابل قبول نیست و ایشون مطمئناً عکسشون رو به زودی خواهند گذاشت. دومی که بعد گروه آیین‌نامه احیانا این فرم‌ها رو نگاه می‌کنه و اگر احیانا اشکالی در اون نگاه بکنه، یکی از این عزیزان یادم نیست، من سری نگاه میکردم مثلا دستشون فکر کنم اشتباهی خورده بود تو فرم، جنسیت نوشته بودن زن، خب اونو بعد درست بکنیم بذاریم مرد و غیره و این کار انجام خواهد شد، فکر کنم خدا عبداللهی بودن. به هر صورت پس ما 4 کاندیدا داریم. دوباره از شما تقاضا میکنم هموطنان عزیز، پیشگامان محترم، پیشگامان بنیانگذار از این 119 نفر، هر تعدادی که مایل هستید خواهش میکنم خودتون رو کاندیدا کنید در این انتخابات. کسانی که در اینجا خودشون رو کاندیدا بکنن نمیتوانن خودشون رو کاندیدا بکنن برای عضویت در هیئت امنا، به خاطر اینکه باید نظارت کنن برای انتخابات. و همینجا من از این 4 نفر دعوت میکنم از طرف گروه موقت آیین‌نامه که از همین فردا روز جمعه و احیانا روز یک شنبه در این 2 روز ما استفاده بکنیم، حداقل از این 4 نفر و هر کاندیدایی که دیگه، یک گفتگوی تلویزیونی
چه از طریق وب، چه از طریق عکس و تلفن داشته باشیم که شما عزیزان و ما همه بیشتر بشناسیم. حالا آقای توسل رفیعی یکی دو بار ظاهر شدن دیدید، ولی چقدر عالی خواهد بود که ما تماسی مستقیم گفتگویی داشته باشیم با جناب زالزاده، با جناب عبداللهی و با جناب رامین حقجو. پس این دعوت رو خدمتتون الان میگم عزیزان، ایمیلی هم فرستاده خواهد شد به تک تک شما. امیدوارم که ما بتونیم حداقل با دو نفر از این دوستان یا سه نفر یا هر چند نفری که میشه فردا، چون برنامه دو ساعته داریم، در تلویزیون گفتگویی داشته باشیم، 5-6 دقیقه 10 دقیقه بیشتر آشنا بشیم، همینطور هم روز یک شنبه. مهلت کاندیداتوری، هموطنان عزیز توجه بفرمایید، از روی سایت نهاد مهلت کاندیداتوری 2 روز و 2 ساعت و 41 دقیقه و 44 ثانیه مونده. به معنی اینکه به اون مهلت برسیم که میشه شنبه ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، دیگه اشخاص نمیتونن خودشون رو کاندیدا بکنن. گروه موقت آیین‌نامه کاندیدا فرما رو نگاه میکنه، مطمئن میشه که همه چی اوکی هست، تمام جواب‌ها به سوال‌ها پاسخ داده شده و به احتمال زیاد روز یک شنبه گروه موقت آیین‌نامه اعلام خواهد کرد که رأی‌گیری از چه روزی شروع خواهد شد. به احتمال زیاد ممکنه که رأی‌گیری در انتخابات همون روز یک شنبه بعد از ظهر یا حداکثر دوشنبه شروع بشه، به مدت 48 ساعت ادامه خواهد داشت مانند انتخابات قبلی و ما اولین انتخابات نهاد مردمی رو به این صورت برگزار خواهیم کرد. حالا اجازه می‌خوام که ما امروز خط تلفن بیشتر می‌خوایم بگیریم. شماره‌های تلفن رو زیر صفحه تلویزیون منصور عزیز می‌گذاره و دوستان میتونن از طریق تلفن و یا اینترنت در رابطه با نهاد صحبتی اگه دارن، سوالی دارن بفرمایید. من میخواستم از این فقط فرصت استفاده کنم، این چند نفری رو که در چند روز اخیر حداقل صفحه اول رو معرفی بکنم، این پیشگامانی که از سراسر جهان تشریف آوردن و عضو شدن. این آیدی ها، نام هایی که میبینید نام های مستعار هست اکثرا، چون دور این عزیزان خط آبی رنگ هست، یعنی اعضای مستعار هستند. آیدی مشتی از آمریکا، احسان 22 از آمریکا، نمیتونم بخونم، از ترکیه، کفشدوز، IME کفشدوز از ترکیه، کاشانی از آمریکا، مجید نیکنام از آمریکا، ستاره سبز از الجزیره، توهی از آمریکا، عشق از آمریکا، فیکس ایران از آمریکا، مستر از آمریکا، حاجی اکسته از آمریکا، راستین پیس از آمریکا، حامد موت از آمریکا، رضا محمدی از نروژ، آسیه 69 از آمریکا. چقدر آمریکایی‌ها زیاد شدن. پیشگام بنیانگذار سیروس پارسی که همون کوروش دبانی هست ولی نام جدیدش به در آمریکای سیروس پارسی است، از آمریکا دیروز خدمت رو معرفی کردم. آیدی سالار از آمریکا، فرهاد پارسامنش از نروژ، سلیمانی 2000 از کانادا، JFI 64 از ایران، زربانو از آمریکا، گرین ایران 22 از آمریکا، پرهام 26 از آمریکا و پدرام از آلمان. خیلی متشکرم. اجازه بدید که سایت بیلوکس هم وصل بکنم که قطع شده بود. دست آقای دکتر شجاعی رو بالا میبینم در اتاق پلتاک. دکتر شجاعی عزیز اگر صدای من رو دارید لطفاً علامت بدید که شما بفرمایید صحبت کنید. اگر صدای من رو دارید دکتر شجاعی اگر صدای من رو دارید علامت بدید که صحبت کنید. بله بفرمایید دکتر شجاعی عزیز از اتاق پلتاک. و هموطنان عزیز شماره استودیو زیر صفحه تلویزیون است، اگر صحبتی دارید بفرمایید. صدای من باشد اگر صدا هست، سپاسگزار هستم. درود میفرستم به شما و جناب دکتر فروتن عزیز و خستگی ناپذیر ما که واقعا افتخار ایران هستید در انسانهای مثل شما. درود میفرستم قبل از هر چیز به ملت شریف ایران که با تمام وجودشون دارن زجر و شکنجه این رژیم رو تحمل میکنن و ایستادن. من جناب دکتر امروز با جناب دکتر کیانزاد هم صحبت کردم، هم فکری کردم. جمعی از دوستان ما از
به صدا پیشگامان نهاد مردمی یک سری مسائل و مشکلاتی را دارند و سوالاتی را دارند که مطرح کرده به نمایندگی از اونا این بحث رو مطرح بکنم و از شما تقاضا بکنم که قبل از هر تصمیمی برای انتخابات یا انتخاب هیئت‌های مختلف به این مسائل توجه بکنید و این جواب سوال‌ها رو بدید و قبل از هر چیز اون جلسه عمومی تشکیل بشه، چون باور اینها این برخلاف اون چیزی هستش که ما شفافیت اسمش رو گذاشتیم و من هم کم و بیش میتونم بگم که حرف دوستان قابل طرح هستش. سوالاتی که گفتن من کوتاه مطرح میکنم که جناب دکتر این امکان پاسخ ها رو به دوستان ما بدید. اول این را پرسیدن که با توجه به اینکه قبل از رسیدن به حد اقل 100 نفری هیچ کس در نهاد صاحب قدرت اجرایی نیست، چرا پس از رسیدن به این مرز جلسه عمومی پیشگامان برای انتقال کار اجرایی به این گروه انجام نشد؟ سوال دوم، با توجه به عدم وجود افرادی با اختیارات خاص تا قبل از تشکیل جلسه عمومی، گروه های کاری بر چه مبنایی انتخاب شدند؟ علی‌رغم اینکه هر نوع انتخابی که از طریق جمع پیشگامان یا منتخبین آنها نباشد فاقد ارزش است، آن از مبنای انتخاب گروه های کاری چه بوده؟ چه کسی آن را دستور داده؟ 4. بر مبنای کدام مجوزی برنامه ریزی برای انتخاب ناظرین بر انتخابات هیئت امنا و به وسیله چه کسانی مجوز صادر شده؟ 5. بر مبنای اصل بدون دخالت پیشگامان برنامه انتخابات هیئت امنا در پیش است، چه کسی میخواهد هیئت امنا را انتخاب کند و بر مبنای چه مجوزی؟ بعد من این رو خدمتتون عرض کنم که متاسفانه تضادها و عدم شفافیت تا اون حد است که این وظیفه ملی رو به ما میدهد که از شما بخواهیم قبل از تشکیل جلسه عمومی و انتقال اختیارات به پیشگامان هیچ نوع انتخاباتی صورت نگیرد، چرا که فاقد هر گونه ارزش قانونی و اجرایی است. این چیزی هستش که دوستان به اون اعتراض داشتن. جناب دکتر فروتن، بسیار مسئله مهمی هستش. به قول معروف میگن خشت اول چون معمار کش تا سرایا میرود دیوار کش. اگر امروز ما مشکلات را قبل از اینکه به این برنامه ها برسیم بریم روی کار انتخابات، تکرار یک اشتباهی هستش که در 32 که هم دیگه رو نمیشناسن، بعضی حتی عکس ندارند. ما از کجا باید بدونیم اینا کی هستن؟ چجوری باید به هم اعتماد داشته باشیم؟ حداقل باید صدای هم دیگه رو بشنویم، حداقل برای تصمیم گیری ها باید در کنار هم باشیم و تصمیم بگیریم که برداشته باید کرد. این یه اصلی هستش که من هم بهش باور دارم. اینا مسائلی هستش که هست. جناب دکتر فروتن، بنده هم میدونم، شما هم میدونید این مسائل وجود داره. اگر جلوش گرفته نشه در آینده افزایش هم پیدا میکنه و من امیدوار هستم که این واقعیت تو درک بکنیم و بهش بپردازیم. مسئله این نیستش که فقط به مسائل فردی بپردازیم. درسته من اعتماد کامل دارم به عزیزان، ولی داریم که از اول برنامه سوء تفاهماتی به وجود بیاد. من از شما تقاضا میکنم، همینطور که دوستان هم تقاضا کردن، دموکراسی را رعایت بکنید. از بر شفافیت قرار بر این بود و قرار بر این هست و قرار بر این خواهد بود که تا زمانی که اون 100 نفر تشکیل جلسه ندن هیچ کسی نتونه تصمیم بگیره.
بگیره، هیچ کسی نتونه اراده خودش رو به دیگرون تحمیل بکنه. بنابراین اولین کاری که میکنید، من از شما تقاضا میکنم، من فکر میکنم جناب دکتر کیانزاد هم بر این باور هستن که در اول فرصت جلسه عمومی پیشگامان با تشکیل اجازه ندید که یک سو تفاهم همه چیز به سوال ببره. مرسی از وقتی که من دادید. مکرم. با تشکر از همرزم عزیز دکتر شجاعی عزیز. یک لحظه اجازه بدید من سعی کنم که بیلوکس وصل بشه. بیلوکس مثل اینکه نتورکش قطع شد و من منتظرم دعوت بشم که به سوالهای بسیار مهم شما توضیح بدم، پاسخ بدم. دوستان عزیز در اتاق بیلوکس اگر میشه من رو دعوت بکنید. نمیدونم بیلوکس کار میکنه یا قطع شده. به هر صورت چون وقت هست من از شما من سعی میکنم که دونه دونه خدمتون پاسخ بدم. البته سوالهایی که فرمودید بسیار بود، چند تا من سعی کردم یک دوتاشو بنویسم ولی زیاده. لطف میکنم که شما کتباً سوالها رو بفرستید که کتباً هم پاسخ داده بشه. بیلوکس مثل که اومد، یک لحظه اجازه بدید. بچه های بیلوکس هم نه، این که یه اتاق دیگر بیلوکس. اوکی، اولا که دکتر شجاعی عزیز، اکثر نقدی که من شنیدم شما عزیزان کردید فکر کنم درست نباشه، برای اینکه به نظر میاد عزیزانی که احیانا به شما نمایندگی دادن که این سوالها رو بپرسید، من حالا تو این اتاق بیلوکس اینجا میرم بچه بشم، دقیقاً به نظر میاد از روزی که وارد نهاد شدن نخوندن که وارد کجا دارن میشن و مسئولیت ها چگونه خواهد بود. پس من سعی میکنم که شما سوالات این بود که قرار بود که تا 100 نفر برسه جوری بشه، بعد که 100 نفر شد همه چی به 100 نفر، نه هیچ همچی قراری نبود. الان شما رو من خدمت همه هموطنان عزیز کنم، تلفن ها رو دیگه بر ندارید. منصور جان، منصور عزیز تلفن‌ها رو قطع کنید چون خیلی مهمه من جواب بدم، حواستون به من باشه و صفحه کامپیوتر لطفاً گوش بدید، دوستانم زنگ نزنید چون بسیار سوالای مهمی بود که باید بشه. هموطنان عزیز، صفحه اول کامپیوتر که باز بکنید، از روز اول یعنی از روز 12 سپتامبر یک فایل اینجا بود به نام نهاد مردمی چیست که هنوزم هست. این فایل نهاد مردمی و در ضمن شما رو رجوع میدم به برنامه روز 12 سپتامبر که مدت 3 ساعت خورده‌ای جناب شاه ولایتی اداره کردن، بنده میهمان بودم و در اونجا هم این صحبت‌ها شد. در این فایل نهاد مردمی چیست که صفحه اولش هم به این صورت هست و این آخرین ورژنش ساعت تاریخ 16 دسامبر بود ولی قسمت‌های اولش همگی که همه در هر دو فایل یه جور بود، صفحه 8 اون رو اگر شما عزیزان تشریف ببرید و نگاه بکنید اینجا میبینید که در رابطه با چند سوال جواب مقدماتی نوشته، هدف از تشکیل نهاد مردمی چیست، مخاطب ها کیا هستند، سیستم نهاد مردمی چیست و بالاخره در صفحه 9 این اومده، پاراگراف دوم، مدیریت و مسئولیت محتوای سایت نهاد مردمی تا تاریخ انعقاد قرارداد ذکر شده به عهده کمپانی ورچوال انجیو خواهد بود. به محض عقد قرارداد مدیریت و مسئولیت محتوای سایت به مسئولین رسمی نهاد مردمی تحویل خواهد داده شد. این محتوای سایت یعنی تمام گروه هایی که تشکیل میشن موقتاً، برای همین هم نام موقت داره، فرق نمیکنه موقت آیین‌نامه باشه، موقت ادمینی باشه و غیره. و چون مسئولی نبوده از روز اول تا کنون، ما به هر صورت اتاق چپ میخواستیم، تلویزیون میخواستیم و غیره، بنا به قراردادی که نوشته شده و هر کسی که در سایت اومده وقتی که امضا کرده این رو خونده و نگاه کرده برای اینکه رو سایت بوده، مانند terms of use و privacy policy این رو پس قبول کردن. اگر نخوندن کوتاهی از اون دوستان بوده و نه احیانا از virtual engine. بنابراین تا کنون دو سه تا گروه موقت درست شده بود، گروه موقت آیین‌نامه، کمپانی ورچوال انجیو که بنده مسئولش هستم، بنده دعوت کردم از 4-5 نفر که تو خدمتتونم گفتم
که گروه موقت آیین‌نامه درست بشه، گروه موقت اعتبارنامه که این اشخاصی که مانند شما حتی دکتر شجاعی و دیگر دیگه پاسپورت و اینا میفرستید حداقل بنده درش باشن و کسانی که اطمینان دارن که محفوظ بمونه، و این رو آوردیم تا رسید به 100 نفر و غیره. بعد اون وقت ما در همین قسمت فایل نهاد مردمی چیز پروسه رو گذاشته بودیم که وقتی که 100 نفر برسه انتخابات شروع میشه و بر اساس انتخابات هیئت امنا انتخاب میشه. پروسه 10 قدمی هست. هیئت امنا که انتخاب شدن تازه آنها باید وقتی که سازمان رو قانونی کردن از طرف سازمان قانونی نهاد مردمی یک قرارداد قانونی بین آنها و کمپانی ورچوال انجیو بگذارن که استفاده رایگان از تمام سایت و مزایاشو داشته باشن و تمام محتواش و این حرفا. این از لحاظ این قسمت و دیگر در رابطه با این که این انتخابات رو هیئت امنا رو که نظارت میکنه این حرفا، خود جناب علی احیانا و بقیه پیروز 6 7 روز پیش رأی دادید به اتفاق آرای 65 رأی مثبت به 0 تصویب شد که پروسه انتخاباتی چه هست. در اونجا دقیقاً این 10 قدم اومده که من خدمت شما عرض میکنم که اینجا اگر ما همه بریم در قسمت ساختار اجرایی، در قسمت هیئت امنا، در قسمت گروه ها و دبیرخانه ها و گروه موقت آیین‌نامه، آیین‌نامه‌ای که به تصویب گروه رسید و تمام آرشیوش هم اینجا هست از لحاظ صدا و ضبط و غیره، در اونجا دقیقاً مسئولیت ها آمده است که چگونه این انتخابات دونه به دونه و این قدم ها اجرا خواهد شد. قدمش اول ما انجام دادیم، تصویب آیین‌نامه پیشنهادی توسط گروه موقت آیین‌نامه در 11 جلسه 12 جلسه 2 ساعته که صداش هم هست، تمام پیشنهادها رو خوندیم. پس شفافیت از این شفافتر نمیشه. تصویب آیین‌نامه مصوب گروه موقت آیین‌نامه رو پیشگامان تایید دادن، 65 به 0 100 درصد به اتفاق آرا تصویب شد، از اونم شفافیت بالاتر نیست. برگزاری انتخابات گروه موقت بازرسی و نظارت بر انتخابات که انتخاباتی است که الان درش هستیم، شما و دوستان این پروسه رو تصویب کردید 100 درصد به 0 درصد، در قدم سوم هستیم و برای برگزاری این انتخابات گروه موقت بازرسی هم در این آیین‌نامه اگر به اون صفحه‌ای که مخصوص به اون هست برید، در فکر کنم در قسمت صفحه 18 یا این حرفا هست، این گروه موقت بازرسی دقیقاً نوشته شده که اینها وظایفشان چه کار هست، چی کار میخوان بکنن، چگونه دعوت خواهند شد و چگونه انتخاباتشون برگزار خواهد شد، در این آیین‌نامه اومده و ما دقیقاً داریم بر اساس این ضوابط کار میکنیم. و حالا در رابطه با اینی که ما بعضی اشخاص عکسشون رو نمیدونیم و اینا کی هستن، اونجایی که قرار بود که باشه و لازم بوده باشه که عکس باشه هست. شما رو من اشاره میکنم جناب دکتر شجاعی عزیز و دوستانتون بروید و لطف کنید به صدای ضبط شده گروه های آیین‌نامه گوش بدید. یادم نیست در جلسه دوم سوم بود، پیشنهاد خود بنده بود، بنده اصلا پیشنهاد کردم که تعریف شخصیت حقیقی، کسی که میآید و پشتیبان نهاد مردمی هست با شخصیت حقیقی، تعریفش بهش اضافه باشه که علاوه بر تصدیق هویت و که شناسنامه و اینا رو داشته باشیم، عکسشون هم بعد رو سایت نهاد مردمی باشه، چون بعضی از دوستان مانند شما این سوال کرده بودن. ولی با صحبتایی که در اونجا شد و بندم خودم حتی موافق نوع دیگرش بودم، به اتفاق آرا تصمیم گرفتیم که خیر، اشخاصی که رأی دهنده هستن لازم نیست عکسشون باشه. شما وقتی میرید توی آمریکا یا آلمان میخواین رأی بدید، وقتی که رأی میخواین بدید که نمیان دم در ازتون عکس بگیرن تو روزنامه بزنن بگن آقا رفته عکس داده، دلتون میخواد بگید من عکس دادم، قانونم بعدم رأی دادم، قانونم دولتم میدونه کی رأی داده کی رأی نداده، ولی نمیدونن به چی رأی داده، میدونن چه کسی رأی داده و اینا پابلیک است. اون شخصی که میخواهد انتخاب بشود، مسئولیتی به عهده بگیرد، لازم هست که بیایند و بگن کی هستن. و دیدید که در این فرمای انتخاباتی که الان داریم، بنده قبل از صحبت شما گفتم که آقای عبداللهی، محسن عبداللهی که یکی از 4 نامزد هستند در این انتخابات، بنا به آیین‌نامه انتخاب و اون پرسشنامه الان کاندیداتوریشون تایید نشده. چرا؟ برای اینکه عکسشون نیست. به معنی اینکه عکسو بذارن تا مهلت تایید، مهلت زمانی، کاندیدا خواهند بود، اگر نه ایشون از کاندیداتوری حذف خواهند شد. بنابراین دقیقاً بر اساس ضوابط داره میره، دقیقاً داره بر اساس شفافیت داره میره و غیره. حالا در رابطه با اینی که بیایم جلسه بذاریم، یکی از دوستانم دیروز گفته بودن یک جلسه بذاریم اشخاص حقیقی باشن، یک جلسه باشین اشخاص پیشگامان غیر اینا باشن،
هیچ جا در اینجا مسئولیتی نیومده که اگر یک همچی درخواستی از یک نفر یا دو نفر شد چه کسی باید تصمیم بگیره، چون فعلا مسئولی نداریم. تنها کسی که هنوز میتونه این کار رو انجام بده از آزه ضوابطی که از اول داشتیم کمپانی ورچوال انجو هست که ما اینو چندین بار برای پیشگامان انجام دادیم. تقریبا هر روز اتاقهای بیلوکس و پلتاک هستن که همه پیشگامان میتونن تشریف بیارن و غیر پیشگامان. یک جلسه تا الان داشتیم که برای پیشگامان شخصیت حقیقی که صداش هم هست و رو سایت یا گذاشته شده یا میذاریم، 30 و چند نفر اومدن در اون زمان. مثل اینکه 60-70 نفر پیشگام حقیقی داشتیم، 30-40 نفر اومده بودن و من هیچ دلیل نمیبینم که دوباره نذاریم، یعنی به زودی بیایم. دیروز هم گفتیم 2 جلسه بذاریم، یه جلسه فقط پیشگامان شخصیت حقیقی دوست دارن در رابطه با هر مسائلی صحبت بکنن، یک جلسه هم در رابطه با پیشگامانی که دیگه. و به نظر من هر دو جلسه هم باید پخش مستقیم بشه و ضبط بشه به خاطر شفافیت. یعنی تا وقتی کمپانی ورچوال انجیو تا چند روز دیگه که هیئت عمر انتخاب بشن و قرارداد ببندن مسئول هست، تمام جلسات مگر جلساتی که به اصل دلیل امنیتی داشته باشه باید پخش مستقیم بشه، همه بشنون، همه حرفاشونو بزنن. حالا در رابطه با اینکه چگونه هیئت امنا انتخاب خواهد شد، میبینید که چقدر شفافیت هست. یعنی حتی بنده و یا گروه هیئت موقت آیین‌نامه به دلایل دموکراتیک و مردم سالاری و شفافیت به خودمون اجازه ندادیم که ما ناظر انتخابات هیئت امنا باشیم. چرا؟ برای اینکه مهمترین انتخابات هست و باید ناظرین را هم مردم انتخاب بکنن، یعنی به درستی و مطابق با بسیاری از گروه‌های دیگر و کشورهای دموکراتیک یک الیکشن کمیشن دارن، گروه بازرسی دارن که نظارت بر انتخابات میکنه. در گروه سکولار گرین هم که دکتر نوری علا اینا هستن، اونجا هم یک گروه بازرسی هست و غیره. ما گروه بازرسی رو به انتخاب مردم گذاشتیم که این نباشه گروه بازرسی بیاد بره زیر نظر مثلا هیئت امنا یا ورچوال انجیو یا مدیر اجرایی خدمت بکنه. خیر، این انتخاباتی که الان در حال حاضر هست و من دوباره دعوت میکنم از همه، از جمله دکتر شجاعی و دوستان دیگر، که بیاین و خودشون داوطلب بکنن در گروه نظارت اگر خیال ندارن در گروه هیئت امنا خودشون نامزد بکنن، بیاین مردم رأی میدهن. مسلما باید با این دوستان آشنا شد، دیدیم که دعوت کردیم که بیان صحبت بکنن. و این گروهی که انتخاب میشه هفته آینده، یعنی همین گروه نظارت و انتخابات، آیین‌نامه رو که بخونید، آیین‌نامه که شما همه تصویب کردید و ما همه تصویب کردیم، در اون نوشته این گروه هستند که فرم پرسشنامه هیئت امنا رو تدوین خواهند کرد، تنظیم خواهند کرد و میفرستن جلو. یک پرسشنامه ما تهیه کردیم به عنوان پیشنهادی که تقدیم میکنیم به گروه موقت انتخاب منتخب مردم، اینا بررسی میکنن. حالا شما و دوستان پیشنهاد بدید به این گروه که آقا اعضایی که میخواهند هیئت امنا باشن باید چه میدونم 8 روز ما باهاشون ازشون سوال جواب بکنیم، بعد یک لیست 80 صفحه‌ای پاسخ جواب رو بدن، همگی باید سوار هواپیما بشن بیان آمریکا تو تلویزیون بنشینن باشن، ویدیو بفرستن، این حرفا. و این دیگه از دست من و دوستان دیگه خارجه. ولی اونجوری که شما فرمودید، کلی از مسائلی که فرمودید به هیچ وجه آیین‌نامه‌ای نیست، در آیین‌نامه و قراری که از اول با هم داشتیم و الان داریم پیش می‌ریم نبوده که هر گونه مثلا ما می‌خوایم که انتخاب بکنیم، یعنی امروز میگم، تا امروز همچی قراری نداشتیم، تو آیین‌نامه هم نیست که اگر یه گروه موقتی بین الان تا 10 روز دیگه به نام گروه موقت نمیدونم حقوق بشر یا کسی میخواد انجام بشه، ما اینا رو ببریم توی پیشگامان بنیانگذار هی بخوان رأی بدن. مسلما حق شما و حق ما هست که این پیشنهاد تکمیل آیین‌نامه رو انجام بدیم. از الان میتونید شما پیشنهاد رو آماده بکنید، هیئت امنا که انتخاب شدن پیشنهاد میفرستید که هیئت امنا ما پیشنهاد میکنیم در آیین‌نامه و اساسنامه نهاد مردمی بره که هر گروهی، گروه تلویزیون، گروه این، گروه اون، باید انتخابش یا تصویبش برسه به تاییدش به پیشگامان بنیانگذار یا شخصیت حقیقی. و ضوابطی الان در این آیین‌نامه کنونی هست که اون میتونه به مرحله اجرا و رأی‌گیری گذاشته باشه. ولی در حال حاضر تنها جایی که در این آیین‌نامه فعلی که تصویب شده و با رأی 65 مثبت و 0 تصویب شده، این دو جا هستش که انتخاباتش و حق رأیش به مردم داده شده، یعنی پیشگامان بنیانگذار. یک، انتخاب هیئت امنا که بالاترین مرجع قانونی نهاد هستن، مردم من و شما هستیم که میتونیم رأی بدیم انتخابشون کنیم، من و شما هستیم که میتونیم رأی بدیم که استیضاحشون کنیم، من و شما هستیم که میتونیم رأی بدیم که کل هیئت امنا رو منحل کنیم و انتخابات جدید بذاریم. زیر نظارت کی؟ گروه دومی که باز طرف توسط مردم انتخاب میشن و اون گروه نظارت بر انتخابات و بازرسیه. پس قوانین و ضوابطی به تصویب همه ما رسیده که ما اگر سوال اشکالی داریم میریم به گروه نظارت و بازرسی، آقا ما میخوایم این شخص رو در هیئت امنا
بیرون بکنیم یا هر کاری بکنیم این حرفا. ولی که نیومده که برای گروه موقت ادمین ها و مدیریت تالارهای اینترنتی ما بخوایم بریم و رأی مردم رو بگیریم. میتونیم این کار رو بکنیم در آینده، ولی فعلا در این زباب نیست. بنابراین من امیدوارم که اکثر پاسخ‌ها رو کلی داشته باشم، چون دو سه تا اشتباه به نظر من بسیار مهم در سوالهایی که عزیزان به شما داده بودن هست و بوده. امیدوارم توضیح داده باشم. تمام این موارد از روز اول بارها در تلویزیون گفته شده، روز معرفی نهاد پیشنهاد شده بود و بسیار توضیح داده شده بود و پیشنهاد من به عزیزان هستش که کار سازمانی انجام بدهیم و صبر بکنیم تا 15 روز دیگه که هیئت امنا تشکیل میشوند به طور قانونی و رسمی و سازمانی بتونیم که کارا رو انجام بدیم. ولی در حال حاضر هم میشود کارهای انجام داد. گروه موقت اعتمادنامه و حل اختلافات هست، گروه موقت تالارهای اینترنتی هست و گروه موقت آینامه که تا چند روز دیگه منحل خواهد شد، یعنی به محض اینکه این گروه جدید بیاد اون گروه هم منحل خواهد شد. امیدوارم که من پاسخ شما رو داشته باشم. شما بفرمایید، دستتون بالا هست، مطلب دیگه هم. البته اینو نمیخوام ما مسئله دو طرفه بشه. منصور جان الان البته خب بیشتر وقتم گرفته شد، ولی چون بحث مهمی بود در رابطه با شفافیت نهاد، بفرمایید دکتر شجاعی عزیز صحبتی اگه دارید بفرمایید. من مایک رو دوباره رها میکنم. منتظر هستیم دکتر شجاعی سوال دیگه ای دارم بگن. مایک رو بگیرن. دکتر شجاعی عزیز دستتون افتاد. بفهمید. درود میفرستم. من بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. دکتر ایمان فروتن عزیز، برای شما خیلی احترام قائل هستم. میدونم انسان بزرگ هستید. امیدوارم صدای من رو شما داشته باشید. شما رو نداشتم، من خیلی کم و نامفهوم بود. من امیدوارم که صدای من رو شما داشته باشید. من همطور گفتم دوستان صدا هست. من دوستان عزیز صدا هست. اجازه بدید من مایک رو بگیرم، چون این صدا درست نیست امروز. دکتر شجاعی عزیز عذر میخوام، صدای شما بسیار یک و دو میشد، به قول پلتاک یا قطع و وصل میشد. ما صدای شما رو اصلا نداشتیم و اصلا بدتر که شما توضیحات من رو دقیقا نشنیدید. من از منصور عزیز خواهش میکنم به محض اینکه برنامه تموم بشه، چون معمولا در عرض 2-3 ساعت این فایل ها میره رو یوتیوب، لینک برنامه رو مستقیما به خود شما هم بفرستن و شما این لینک رو به عزیزان دیگری که این سوال ها رو پیشنهاد کرده بودن و پرسیده بودن، که بسیار متشکرم که این کار شد، برای اینکه فقط و فقط ما با شفافیت و مردم سالاری میتونیم کار بکنیم. اگر بخوایم غیر سازمانی و غیر شفاف کار بکنیم، دقیقا میافتیم به اون بلایی که 30 سال درش بودیم و نهاد مردمی دقیقا طرح‌ریزی شده و برنامه‌ریزی شده که این شفافیت باشه. همینجوری که امیدوارم همه شما عزیزان بدونید و هر روز و هر شب از تمام دنیا ایمیل و نامه میاد که تا الان ساختاری، سازمانی، برنامه‌ریزی به این شفافیت در این 30 سال این دوستان و عزیزان ما در داخل کشور و خارج از کشور ندیدن. بنابر بدین که اجازه بدید این یه سری از دشمنان هم به اتاق اینترنتی دارن حمله میکنن، ولی خب جلوشون گرفتن دوستان. مسلما این رو ما ادامه خواهیم داد، این بحث رو. الان در وسط انتخابات هستیم، ولی من فکر میکنم بسیار سالم خواهد بود و لازم هم احیانا هست که یک جلسه به صورت غیر رسمی یا تا اونجایی که میتونیم اسمش رو رسمی بذاریم تا قبل از انتخابات هیئت امنا به زودی داشته باشیم، احتمالاً شنبه آینده، چون شنبه این هفته به اندازه کافی وقت تدارکات رو نداریم. دیروز هم در اتاق جلسه اینترنتی صحبت شد که صدای اون جلسه روی سایت گذاشته خواهد شد و ما دعوت خواهیم کرد فقط از پیشگامان، یعنی از این 1300 نفری که تشریف دارن، تشریف بیارن در یک اتاق اینترنتی
کسانی که صحبت‌های دارن وقت بگیرن و احیاناً هم یک جلسه جداگانه برای شخصیت‌های حقیقی به شرط اینکه صدای اون جلسه ضبط بشه و پخش مستقیم بشه که همه جهان بشنون که عزیزانی که در اتاق شخصیت حقیقی هم صحبت می‌کنن چه می‌گوین. خط شماره 1 یه خط بگیریم و مثل این برنامه روز وقتش تموم شه. درود بر شما، بفرمایید، خواهش می‌کنم. درود بر شما جناب ایمان فروتن، من کاشانی هستم از پاریس، به شما زنگ زدم. درود بر شما جناب کاشانی عزیز، خیلی ممنونم، بفرمایید. عزم به خدمت شما، من امیدوارم که دوستانی که میان روی خط این سوالاشون رو کوتاه بکنن که وقت به همه برسه. سوال من اینه که، البته پیشنهاد من اینه که، من امیدوارم که یک مقداری از این مسائلی که مخصوصا اخبار روز مردم است در ایران اتفاق میفته، برای این جوانای ما روزی 10 نفر دارن حداقل یا میلیون یا ماکسیمم دارن کشته میشن، ما به اینا بیشتر بپردازیم. این جوانها واقعا برای اینا ارزش دارن. حداقل اگر براتون امکان داشته باشه 5 تا 10 دقیقه برنامه‌تون رو به این بپردازیم. سوال دوم من اینه که در چجوری من میتونم این اثراتی که گذاشتم روی سایت بتونم خودم عوض کنم. من مثلا از امریکا نبوده که اومدم وارد این پیشگامان شدم، بعدی شده از امریکا. نمیدونم چرا دستاتی که من زده بودم فرانسه. خیلی ممنونم، از تلویزیون خدمتون توضیح میدم جناب کاشانی. اوکی، مرسی، خیلی متشکرم. 2 نکته بسیار مهم رو گفتن. اول دومیشو انجام میدم. مهندس توسل رفیعی هم 1 ساعت پیش به من گفتن که ایمان جان بعضی اشخاص کشورهاشون عوض شده، این احتمالاً یک باگ هست، یعنی یک اشکالی در سیستم هست که خیلی سریع میتونه برطرف بشه. بنده و دوستان و کارمندانمون رو نگاه میکنیم. توجه بفرمایید که سایت اینترنتی رو نشون بده منصور جان. دلیلی که اینجا ما واژه دوره آزمایشی رو گذاشتیم این هستش که ما تا زمانی که این سایت رو با یوزرهای اصلی و حقیقی مانند الان حسابی تست بکنیم برای این نحوی که داره این سیستم نرم افزاری ویلچور انجو استفاده میشه، این دوره آزمایشی خواهد موند. پس شما هم نفر دیگری هستید و این رو ما درستش خواهیم کرد. دلیل این که شما خودتون نمیتونید کشورتون رو عوض بکنید و سیستم اجازه نمیده این بود که در اون اوائل، و ممکنه این ما دوباره بذاریم که شما خودتون عوض بکنید، در این بود که شخصیت‌های حقیقی یکی دوتاشون اون اوائل، حالا یا به دلیل مسافرت بود یا به دلیل اشکال دیگه بود، یه روز یه نفر میومد از آلمان، دوباره همون شخص فردا میشدم از آفریقای جنوبی، دوباره میشد از آلمان این حرفا، و ما چون نتونستیم تماس بگیریم از طریق ایمیل با اون شخص یا اشخاصی که این اشکال پیش اومد، قسمت عوض کردن کشورها رو گذاشتیم که در قسمت ادمین ها باشه، که مثلا آقای کاشانی اگر مهاجرت میکنن از فرانسه به آلمان یا آمریکا، خیلی راحت بتونن یه ایمیل بزنن که لطفاً از کشور من رو بکنید از این کشور به اون کشور. حالا ما احتمالاً میتونیم که این رو دوباره کشورش هم بذاریم دست خود یوزرها خودشون عوض بکنن، که شما خودتون هر کسی بتونه این کارو انجام بده، به احتمال زیاد این کارو خواهیم کرد، چون اگر این اشکال کشور برای بیش از چند نفر بوده، بهتر خود یوزرها برن این درست بکنن، یه ایمیل هم میذاریم که اون کار انجام بشه. این یک. در رابطه با قسمت اولتون شما درست میفرمایید. اتفاقا امروز من 2 تا ویدیو کلیپ و 1-2 نامه داشتم در رابطه با اعدام هایی که این چند روز گذشته انجام گرفته. باید نهاد مردمی به اینها برسه، باید هر چند دقیقه بذاریم، ولی به دلیلی که صحبت بسیار مهم میگه از نظر من، حداقل آقای دکتر شجاعی کردن، یکی از همرزمان عزیز ما و شخصیت های حقیقی که احیانا شاید در ذهن بسیاری سوال عدم دموکراسی و یا عدم شفافیت اومده بود، من لازم دونستم که همینجا پاسخ بدم و هر گونه احیانا سوالی که باشه دقیقا پاسخش باشه، برای اینکه به هیچ وجه اینجوری نبوده، نخواهد بود و نباید باشه. این دلیل برای نمیشه که ما نمیتونیم کارمون رو بهتر بکنیم، جلسات رو بهتر بکنیم، برنامه‌های بهتر تلویزیونی داشته باشیم، ولی تاکنون به هیچ وجه، اونجا که من میدونم، هیچ کار غیر قانونی، غیر شفاف، غیر این که قرار از روز اولون بوده نشده و ما اجازه نخواهیم داد تک تک ما کمیشکاری انجام بشه. خط شماره 1، درود بر شما، بفرمایید، خواهش می‌کنم. بله، بفرمایید قربان. ایمان فروتن هستم، صداتون پخش میشه. سلام عرض کردم، عرض میشه به حضورتون، شما قبلا یه برنامه، یه سازمانی داشتی به نام ایران فردا. بله، هنوز هم داریم. بله، بفرمایید. خب الان که نهاد مردمیه، خب بله الان توضیح میدم از طریق تلویزیون. هموطن عزیز که شما مسلماً 110 روز 120 روز دیر پیوست، یعنی برنامه نهاد مردمی نگاه کردید. منصور جان صفحه اول کامپیوتری، ولی اشکالی نداره.
همه هر روز تلویزیون ندارن و بسیاری از قوانین و ضوابطی که در نهاد مردمی گذاشته شده این است که احیانا عزیزانی مانند شما که دیر متوجه بشن بدونن که چی شده و چی نشده. صفحه کامپیوتر نگاه بکنید هموطنان عزیز، نهاد مردمی پشتیبانانش میتونن از 4 طبقه قسمت مختلف باشن. یکی منفردین، دومی احزاب و سازمان‌های سیاسی، سومی انجمن‌ها و سازمان‌های غیر دولتی و چهارمی رسانه‌ها. توجه بفرمایید که در بین احزاب و سازمان‌های سیاسی جنبش ایران فردا، جنبش ایرانباران پارس لور بختیاری پشتیبانان همبستگی برای دموکراسی حقوق بشر، جنبش آذربایجان برای دموکراسی و یکپارچگی ایران و شورای عالی اشاعره بختیاری همه پشتیبان هستند. پس پاسخ شما این هستش که ما سازمان‌هامون رو همه داریم، سازمان‌هامون رو در گروه‌های خودمون کار می‌کنیم. برای مثال جنبش ایران فردا اس او اس ایران هفته دیگه پیشنهاد بسیار جالبی داره که خدمت عزیزان نهاد مردمی اعلام خواهد کرد. مهندس فرشید آزاد، دکتر تقی آرزا، مهندس داریوش ریاحی، جناب ابراهیم گنجی، آقای پرویز حداد‌زاده گروهی هستن که این پیشنهاد آوردن خودشون خدمت عزیزان میگن، همونطوری که آقای بهرام آپتین هفته پیش اومدن و این پیشنهاد نپرداختن قبض رو کردن. پس جای همه در اینجا هست با استقلال فکری و ایدئولوژی و سازمانی، ولی برای همبستگی به دور هم دیگه. امیدوارم پاسخ شما رو داده باشم. خط شماره این فکر کنم آخرین خطی است که احیانا فرصت داریم. وقت نداریم. اوکی. وقت برنامه امروز ما تموم شده. از شما عزیزان دعوت میکنم که برنامه فردا رو ببینید. فرهمند کلایه عزیز و سهیلا نیکپور خبر بسیار خوبی رو امروز دادن که اجازه بدید برای به عنوان یک سورپرایز جالب برای تک تک شما عزیزان، پشتیبانان و پیشگامان نهاد مردمی فردا امیدواریم که بتونیم این رو اعلام بکنیم. خواهش میکنم بروید و کاندیدا بشوید خودتون رو برای خدمت به آزادی ایران و ایرانی در کمال شفافیت و صداقت و مردم سالاری در نهاد مردمی. ما پیروزیم چون حق با ماست و با هیچ کس هم شوخی نداریم. شب و روز شما بخیر. خدا نگهدار. پاینده ایران.